برای جلوگیری از پخش شدن فیلم شخصیت حاضری تا کجاها پیش بری و چه کارهایی انجام بدی؟ گیلاسیا سلام، امروز یکی دیگه از قسمت‌های سریال بلک میرور رو می‌خوایم ببینیم به اسم شات اپ اند دنس یا خفه شو و برقص. بازم تکرار می‌کنم سریال بلک میرور هر قسمتش یک فیلم کاملاً جداگانه است و اصلاً ربطی به قسمت‌های قبلی نداره. این فیلم هم در زمینه دارک بودن و وحشتناک بودن رتبه 1 رو توی این سریال داره. واقعاً محتواش عجیبه و مخصوصاً پایان بندیش مغزت رو می‌پاشونه. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل و کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی کنی رو میبینیم. یه پسر جوان که زندگی ساده‌ای با مادر مجرد و خواهرش داره. کنی طول روز به کار توی رستوران میگذرونه و یه روز عادی از زندگیش میرسه. از رستوران به خونه میاد و طبق معمول بحثی با خواهرش انجام میده که چرا از لپتاپش بدون اجازه استفاده کرده. خواهرش هم میگه فقط میخواستم یه فیلم دانلود کنم و کنی با عصبانیت لپتاپ رو میبره به اتاق. میفهمه فیلمی که دانلود شده ویروسیه و برای همین هم برنامه‌ای رو برای پاک کردنش از اینترنت میگیره. بعد نصبش یه لحظه اتاقش رو از وبکم میبینیم. این یعنی فایل نصب شده باعث شده کامپیوترش هک شه و حالا یه نفر از دوربین نگاهش میکنه. روز بعد میرسه و دوباره کنی مشغول کاره. موقع جمع کردن یکی از میزا متوجه نقاشی میشه و با نگاهی پر از غم بهش نگاه میکنه. صاحب رستوران هم از حواس پرتی شاکی میشه و اونم به کار ادامه میده. شب که به خونه میرسه قفلی که خریده رو به در اتاقش میزنه تا دیگه خواهرش لپتاپ بی اجازه بر نداره. مادرش هم که انگار با یکی قرار داره خدافظی میکنه. ساعتی بعد شام کنی و خواهرش در حال تماشای تلویزیونن که موزیک ویدیویی پخش میشه. صحنه های داخلش باعث تحریک کنی میشن و به بهونه خواب میره اتاقش رو در رو قفل میکنه. یه بسته دستمال کاغذی هم برمیداره و میشینه پای لپتاپ تا یکم ویدیوی داستاندار ببینه. دوست دارم بگم دستمال کاغذی آورده تا گریه کنه، اما متاسفانه قصدش کار دیگه است و وقتی که داره انجامش میده هکرها از وبکم نگاهش میکنن. یکم دیگه گذشته و حالا کنی با خیال راحت میخواد بخوابه، اما ایمیلی براش میاد که باعث تعجب بشه. تو ایمیل نوشته ما دیدیم چیکار کردی و ویدیوی کنی هم بهش زمین شده. پسر از اینکه فیلمش یه نفر داره خیلی عصبانی و نگران شده. مینویسه چی میخواید و چند لحظه بعد جواب میگیره که شماره موبایلتو بده وگرنه اینو برای همه کسایی که میشناسی میفرستم. کنی با تردید و حسی افتضاح شمارهشو میده، اما دیگه جوابی نمیگیره و حالا با دست و پای لرزان روی تخت میشینه. روز بعدی همچنان این پسر حالش داغونه که یه دفعه پیامی براش ارسال میشه. یه آدرس و نوشته تا 45 دقیقه دیگه اینجا باش وگرنه زندگیت نابود میشه. کنی با اینکه وسط کاره بهونه مریضی میاره و از اونجایی که وضع مالیش هم بده با دوچرخه سمت مقصد راه میافته. بالاخره میرسه و تو پارکینگی منتظر میمونه. چند لحظه بعد یه موتور سوار با بسته میاد و کلاهشو برمیداره. کنی از دیدن مرد ترسیده و میپرسه این تو چیه؟ اما موتوری که خودش هم حالش داغونه میگه نمیدونم این جعبه از کجا اومده. اونا مجبورم کردن بیارمش. کنی میگه کیا و تازه میفهمه این موتور سوارم مثل خودش هک شده. اگرم این جعبه رو نمیرسونده زندگیشو نابود میکردن. بعدم به کنی میگه هر کاری میگن انجام بده تا زودتر تموم شه و ولت کنن. پسر با گوشیش به شماره ناشناس پیامی میده که جعبه رو گرفتم. آدرس جدیدی ارسال میشه و میگن برو اینجا تحویلش بده. چون آدرس خیلی دور و دوچرخه کنی هم خراب شده از اتوبوس استفاده میکنه. تمام تنش حالت عصبی داره و بالاخره بعد کلی کلنجار در جعبه رو باز میکنه. توش یه کیک و روش نوشته عاشقتم. با خیالی یکم بهتر به مقصد میرسه و چیزی به پایان تایمش نمونده. اینجا یه هتلی که بعد رسیدن به واحد مورد نظر در میزنه. مرد جواب میده کیه، اما هرچی کنی میگه بسته آوردم حاضر نمیشه در رو باز کنه و جعبه رو تحویل بگیره. اما بالاخره میاد دم در و میپرسه اینو کی فرستاده و توش چیه. کنی میگه نمیدونم و فقط یه کیک داخلش بوده. این مرد که اسمش هم هکتوره خیلی استرس داره و کنیو میکشه داخل. توضیحات کنی در مورد این جعبه عجیبه و در آخر با دیدن پیام‌های هکرها یکم هکتور باورش میکنه. اما باور کردن حرفای کنی یه دلیل دیگه هم داره. چند دقیقه قبل هکتور هم پیامی مشابه این دریافت کرده. اینجا منتظر یه دختر بوده، اما هکرها تمام پیام‌هاشو ضبط کردن و تهدیدش کردن که اگه هر کاری میگه ما انجام ندی زندگیت نابود میشه. پیام دیگه برای هر دوشون میاد. به کنی گفتن دنبال هکتور برو و آدرسی هم برای جفتشون فرستادن. دوتایی به پارکینگ هتل میرن. یه پیام دیگه میاد و ماشینی که براشون جا گذاشتن رو پیدا میکنن. یه ماشین داغون، اما به تاکید هکرها مجبورن ازش استفاده کنن. تو این فاصله هم آشناییشون بیشتر شده و میفهمیم هکتور زن و بچه داره، اما دوست داشته با یه تنفروش تو هتل رابطه برقرار کنه. البته که این زن فیک بوده و در واقع هکرها گولش زدن تا بتونن ازش اخاذی کنن. کنی هم از اینکه چقدر ترسیده و نگرانه صحبت میکنه. بعدم میگه که هکرها دارن با فیلمی که ازش موقع عشق و حال و تنهایی گرفتن
تهدیدش میکنن. هیتور میخنده و میگه خب همه آدم ها این کار رو انجام میدن، حتی خود پاپ مسیحیت هم این کار رو میکنه، پس دلیلی نداره اینقدر حساس باشی. اما کنی بازم با استراب گرفته و میگه اگه فیلم ها پخشن آبروم پیش خانوادم و دوستان میره. هکتور هم قانع نشده اما میگه همه چیز رو تایی حلش میکنیم. بعد مدتی مجبور میشن که توی پمپ بنزینی وایسن و ماشین رو پر کنن، اما جریان به هم میریزه چون یکی از همکارای هکتور که با همسرش هم رفیقه میبینتش و ازش میخواد که تا جایی برسوننش. از اونجایی که چیزی هم به پایان وقتشون نمونده دوتایی عصبی هن. هکتور هم برای لورن رفتن قضیه میگه کنی پسر عمو مودارم میبرم به سمت ایستگاه قطار. زن اصرار بیشتری میکنه و باعث میشه هکتور به درخواستش جواب مثبت بده. با سرعت خیلی زیاد تا جایی میبرتش و بعدم مسیر رو برمیگردن تا به مقصد برسن. به محض رسیدن پیام دیگه میاد که نوشته داخل کیک رو نگاه کنید. وقتی کنی این کارو انجام میده یه لحظه خوشکش میزنه. تفنگی همراه عینک دودی و کلاه وسط کیکن. پیام دیگه ای میاد و نوشته کدومتون راننده است و کدومتون دزده. هر دو نفر به هم نگاه میکنن و هکتور میگه رانندگی گواهی نامه میخواد و تو هم سنت کمتره پس من باید راننده باشم. کنی اشک میریزه و میگه نمیتونم دزدی کنم. کنارشون یه بانکه و کسی که دزد بشه باید بره داخل و از اونجا سرقت کنه. هکتور حالا حرفایی که قبلا زده بود و عوض میکنه و میگه فیلمی که ازت گرفتن نباید پخش شه و اگرم مامانت ببینه دوستات تا آخر عمر مسخرت میکنن. انقدر با این حرفا میره روی مخش تا کنی عینک و کلاهش رو میذاره و سمت بانک حرکت میکنه. خیلی سریع با استرس فوق العاده بالا اسلحه رو میکشه و تهدید میکنه تا پولا رو بریزن بیرون. انقدر کنی ترسیده که حتی موقع سرقت تو خودش دستشویی میکنه. به محض گرفتن پولام خارج میشه. اما حالا هکتور جلو در نیست. کنی بیشتر از قبل رنگش سفید شده تا اینکه هکتور از طرف دیگه‌ای با سرعت میاد و سوارش میکنه. هر دوتاشون وحشت زده شدن و با سرعت از محل دور میشن. به جاده خارج شهر رسیدن و چند تا پلیس روبروشون میان. هکتور با آرومی رفتار میکنه و بدون اینکه کسی مشکوک شه موفق میشن فرار کنن. بالاخره نفس راحت میکشن و پیام دیگه ای از هکرها میاد. نوشته که این آخرین کارتونه. آدرس جدیدی میفرسته و به اونجا میرن. وقتی میرسن برای هکتور پیام میاد که ماشین رو از بین ببر و به خونتون برو. به کنی هم یه مکان جدید تو همین نزدیکی میفرستن. میگن که پول اونجا تحویل بده و به زندگیت برس. بعد خدافظی از هم دور میشن. حالا کنی یه راه جنگلی رو طی میکنه و بعد مدتی به محل مورد نظر میرسه، جایی که یه غریبه منتظرشه. کنی فکر میکنه همون هکر است، اما وقتی همو میبینن این مردم قیافش پر ترس و میگه همونجا وایسا. پهپادی کنارش رو با فعال کردنش به سمت آسمون میره. دوربینی بهش وصل و از این دو نفر فیلم میگیره. غریبه به کنی میگه اونا تهدیدم کردن که بیام اینجا. این مردم مثل کنی و هکتور مورد حمله هکرها قرار گرفته. به کنی میگه ما باید بجنگیم. اونا گفتن آخرین کارمون همینه. کنی نمیفهمه یعنی چی و پیامی برای خودش میاد. نوشته که تا زمان مرگ بجنگید. کنی به غریبه میگه نباید این کارو انجام بدیم، اما مرد مخالفه چون اگه چیزی که ازش پیدا کردن پخش بشه تمام زندگیش تمومه. کنی وحشت زده است و اسلحه‌ای که از بانک همراهش مونده رو میکشه. به مرد میگه نباید اینطوری بشه، من فقط چند تا عکس و فیلم نگاه کرده بودم، لیاقتم این نبود. حالا غریبه مهمترین سوال فیلمو میپرسه، کسایی که عکس و فیلمشون رو دیدی چند سالشون بود؟ کنی عصبانی با شنیدن این سوال مثل روانی و عصبی میشه و با اسلحه شلیک میکنه، اما تفنگ از اول خالی بوده. حالا این مرده که حمله میکنه و دعوای بینشون شکل میگیره، دعوای وحشیانه و بدون هیچ رحمی. یه سر میریم پیش هکتور که به خونه برگشته. وقتی میرسه پیام دیگه ای از هکرها میاد، یه اسکر ترول که قطعا بارها دیدنش. تو اتاق همسرش میبینه که کلی گریه کرده و فیلم و پیام هایی که هکرها از هکتور گرفته بودن رو داره تماشا میکنه. به شوهرش میگه باید جدا شیم و مرد از تموم شدن همه زندگیش نابود میشه. طرف دیگه شهر اون موتور سوار که کیک رو آورده بود رو میبینیم. اونم همین استیکر رو میگیره و در حال دعوا با خانواده‌شه چون فیلمی که ازش داشتن پخش شده. زن دیگه ای رو میبینیم که رئیس یه شرکت بزرگه. اونم همینطوری هک شده و کسی بوده که خیلی از کارها از جمله آماده کردن ماشین برای هکتور و کنی رو به عهده داشته. استیکر براش ارسال میشه و پیام هایی که پر از نجات پرستیه و برای دوستاش میفرستاده رو توی کل دنیا پخش میکنن. پیام هایی که همه آینده حرفه ایشو نابود میکنن. در آخر میایم به همون جنگل. کنی با ظاهری داغون و لباس های تیکه پاره به سمت جاده میاد. مشخص که از اون مبارزه پیروز بیرون اومده. حالش افتضاح و پیامی براش ارسال میشه، همون استیکر ترول. نگاهش به گوشی میخکوب و بسلای ماشین های پلیس از دور میاد. مادرش تماس میگیره و وقتی کنی جواب میده فقط اشک میریزه. مادر از اون طرف داره زجه میزنه و فریاد میزنه کنی اینا میگن عکس و فیلم بچه ها بوده، میگن تو دنبال اونا میگشتی، بگو دروغه.
با قطع شدن تماس پلیسا میرسن و کنی که حالا همه زندگیش به پایان رسیده به راحتی تسلیم میشه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. قبل از تحلیل فیلم میخواستم یه چیزی رو بگم. دوستانی که از مدت ها پیش کانال منو دنبال میکنن میدونن که جدا از این کار حرفه موسیقی رو ادامه میدم و چند هفته پیشم گروه ما اولین کارش رو پخش کرد که توی کانال پست گذاشته بودم. ازتون ممنون میشم که گوش کنید و اگه خوشتون اومد اونو به اشتراک بذارید. تنهایی به جفتمون ساخته، دلم میگه برگرد، میگم فاک به. اول فیلمم گفتم این قسمت یکی از دارک‌تریناشه به خاطر محتوای عجیبی که داره و مخصوصا پایان بندی فوق العاده وحشتناکش. همون لحظه‌ای که فایت کنی با همون غریبه هستش و حرفی که زده میشه و سوالی که میپرسه این که اونا چند سالشون بود، میفهمید که یه جای کار میلنگه. از اول فیلم شما نزدیک یک ساعت داری طرفداری کنی رو میکنی، داری میگی که چقدر دلت براش میسوزه، چقدر گناه داره، چقدر این هکرها بدن که دارن این آدما رو اذیتشون میکنن و اصلا نمیفهمی جریان چیه. اما اون لحظه تمام دیدگاه تغییر میکنه، کاری که توی بلک میرور توی اکثر قسمتاش اتفاق میفته. شما همه تمرکزت روی دفاع از شخصیت اصلی میذاری و آخر فیلم میفهمی که اصلا شخصیت بدمون همون بوده. این یه دیدگاه خیلی قشنگی توی بلک میرور به ما داده میشه. طبق معمول توی بلک میرور یه سری سوال هست که باید جواب بدیم و سوال این قسمت اینه: هکرهای ما آدمهای خوبی هستند یا آدمهای بد؟ اینو حتما بنویسید توی کامنت‌ها، چون نظرات طرفداران این سریال سر این قسمت کاملا مخالف هم دیگه است. یه سری میگن هکرها خوبن به خاطر اینکه این هکرها دارن رازهایی رو فاش میکنن که ممکنه زندگی آدم‌های دیگر رو تحت تاثیر قرار بده، از جمله هکتور که داشت زندگی همسرش و بچه‌ش رو به فنا میداد و انگاری حقش بود که اینطوری رو بشه چهره واقعیش، یا از طرف دیگه کنی و آدم‌های امثال اون که توی این فیلم یه نفر دیگه شبیهشه، همون کسی که با هم تا مبارزه میرن. خیلی ها ممکنه که یه جا پس بکشن، محلشون تموم بشه مثل هکتور و فقط زندگیشون بپاشه، یا مثلا رابطهشون تموم بشه، یا این همون موتور سواره با خانواده‌اش طرف جر و بحث بکنه. اما دو نفر مثل همین کنی و اون غریبه که با هم دعوا کردن، لیاقتشون خیلی بدتر از اینا بود. برای همینم آخرین دستوری که بهشون دادن این بود که با هم بجنگید تا یکیتون زنده بمونه. این دیگه تهشه. و خب وقتی کنی به این مرحله رسیده با اون غریبه قطعا جرمشون یکی بوده. بعضیا میگن خب کنی شاید سنش کم بوده، شاید به خاطر کنجکاوی این کارو انجام داده. اما جالبه بدونید که توی تمام تحقیقاتی که برای این جور افرادی که الان توی زندانن انجام شده، اکثریتشون از سن 12 سالگی به بعد این تمایلاتشون رو شده و همین باعث شده که وقتی به سن حالا 23 24 سالگی رسیدن که دیگه توان اینو داشتن که بتونن هر کاری میخوان انجام بدن، دست به همچین اقداماتی زدن و زندگی یه خانواده، یه بچه، یه سری آدم دیگر رو به فنا دادن. و خب قطعاً باید جلوگیری بشه ازش و شاید همین اتفاقی که برای کنی افتاد باعث شه در آینده دست به این کار دیگه نزنه. همین باعث میشه که بگیم هکرها شاید خوب بودن و می‌خواستن آدم‌هایی رو که اینجور کارها رو انجام میدن رو از بین ببرن. شاید اگه کنی آدمی بود که فیلم معمولی میداد، همچه کاری انجام میداد و یه آدم خطرناک نبود، اصلا هکرها به فیلمش کاری نداشتن، ایمیلی بهش نمیزدن. ولی دیدیم که گزینشی که انجام داده بودن از آدمهایی بود که همشون برای جامعه خطرناک حساب میشدن. چیز جالب دیگه فیلم اینه که وقتی بار دوم ببینیدش خیلی چیزا براتون فرق میکنه. شما از بار اول خب دیدگاهت به کنی خیلی خوب بود، تا همون 10 دقیقه پایانی فیلم همش خوب نگاهش میکردیم. بار دوم که نگاهش بکنی خیلی عجیب میشه، از جمله همون اوله فیلم که داره توی رستوران کار میکنه و یه پدر و بچه اونجان وقتی میرن، کنی به همون نقاشی بچه میره نگاه میکنه، نقاشی که با مداد پاستل کشیده. نگاهی که به نقاشی هم میکنه لبخند میزنه که وقتی بار اول میبینی حس میکنه مثلا طرف برای بچه بودن طرف یاد به کودکی خودش افتاده. هرچی که هست یه چیز خیلی زیبایی که داره لبخند میزنه. بار دوم که نگاه میکنی میفهمی انگاری حتی همون نقاشی هم انگاری داشته تحریکش میکرده و این یعنی داره عمق کثیف بودن طرف رو نشون میده. نمونه دیگه‌اش این که چرا انقدر حساس بود خواهرش از لپتاپش استفاده بکنه، چون میترسه فیلم عکسایی که داره لو بره. خلاصه که خیلی قشنگ دیدگاهو یه دفعه تغییر میده و جوری همین تغییر اتفاق میفته که اصلا حتی 1% نمیتونه دیگه مثل قبل نگاهش بکنی. دیگه همین، نظراتتون رو بنویسید، خیلی دوستتون دارم. مرسی همه حمایتاتون. لایک کامنت سابیارتون نره، توی کانال زاپاس جوین بشید. روزتونم گلسی.